24 آذر ماه 1396 خورشیدی و 15 دسامبر 2017 میلادی. امشب در صفحه آخر یک کالبد شکافی میکنیم از فعالیت یک فعال اقتصادی در ایران که به خاطر پارتی بازی حکومتی و فساد ساختاری دستگاه های تصمیم گیری و اجرایی کشور موفق که نشد هیچ حکم جلبش هم صادر شد. اشاره هم خواهیم داشت به حرکات و سکنات اخیر معاون اول قوه قضایی محسنی اژه‌ای و پرده آخرم که آخر برنامه. اما تقدیمی، بنابر آماری که آقای محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران اعلام کرده، 505,000 جانباز در ایران داریم، یعنی بیش از 500,000 نفر. تقدیمی این هفته به رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران. الو، با عرض سلام و خسته نباشید. من یه جانباز هستم با همسر سبالعلاج. آقای رئیس مملکت، 30 سال پیش پول دادم یه قطعه زمینی بگیرم. بعد از 30 سال آزگار پول دادیم، نه زمین دیدیم نه هیچی. الانم از یه خونه مستاجری گنبدی مال 50 سال پیش تو دو تا اتاق دارم زندگی میکنم. شما دیگه فکر نکنید دیگه نسل 30 و 40 پیدا میشه پاروشو بذارید. به والله قسم اینا باید جواب بدین، یعنی شکم بچه هامون نمیتونیم سیر کنیم. او بعد از جنگش اومدیم تو این استان 8 کرمان، اشتار ریز بود، 4 سال جلو اشتار بودیم. الان نون نداریم به بچه هامون بدیم. 64 میلیون فاکتور بیداری همسرم بردم کمیته امداد، اوجه منو میخواستم بزنم. گفت آقا برو بیرون، برو بیرون. آقا با این مملکت داری تو، یعنی رو نمرود سفید کردی، یعنی رو فرعون سفید کردی. یه جمله کلی هممون بارها شنیدیم، این که تو ایران بخش خصوصی همیشه زیر ضرب بخش دولتی و سپاه و سپاهی ها له شد. این جمله آدرسی رو میده که آدم بتونه بره جستجو کنه و از جزئیات ماجرا اگه بخواد سر در بیاره. یکی از این ماجراها رو امشب میشنوید به عنوان یک نمونه، فقط یک نمونه از آنچه در حوزه ساخت و ساز و مبادلات بازرگانی و سرمایه گذاری و کارآفرینی در ایران اتفاق میفته. آقای واهیک شاهینیان یک فعال اقتصادی است که تو پروژه های مختلف سرمایه گذاری میکنه، پیمانکاری میکنه. یه شریکی داره به اسم آقای حمید گنجلی خانی که یکی از سمتهاش همین امروز رئیس هیئت ژیمناستیک استان کرمانه، تازگی ها شده. قبل از زلزله بم، قبل از سال 82، آقای شاهینیان و آقای گنجلی خانی با هم شریک بودن تو دو سه تا کار. شراکتشون دوستانه تموم میشه، هر کی میره دنبال کار خودش. تا زلزله بم دیماه 82 که آقای شاهینیان یه تیمی رو برای اسکان موقت و بازسازی سریع بم میبره تو بم و اونجا میبینه که کار ساختمان غیر از اینکه بسیار کند داره پیش میره تو بم، تو پروژه بازسازی اصلا علمی نیست، صنعتی نیست، مناسب مناطق زلزله خیز نیست. به هر حال طرحی رو تهیه میکنه برای اینکه یه تحولی در کشور ایجاد بشه. همون موقع بودن کسایی که تو بم خونه های اسکان موقت میساختن، ولی اغلب با یه پس لرزه میریخت، مثل همین که دارین میبینید. مردم هم هیچ اعتماد نمیکردن که برن تو اون اتاقا و واحدها، که اصلا قیامتی بود که کسایی که اونجا بودن میدونن که بعد از زلزله چقدر سر همین واحدهای سر چادر، بعدن سر همین واحدهای اسکان موقت چقدر عصبانیت عمومی بود، چقدر درگیری میشد، چقدر اعتراض عمومی میشد، چقدر همین پیمانکارا بدبختا کتک میخوردن اونجا از مردم عاصی. باری خودتون از آقای واهیک شاهینیان بشنوید. وارد این جریانات ساخت و ساز بشم، فعالیت های اقتصادی میکردم
تو رشته های مختلف، بعضی ها تو رشته های ساختمانی میکردم. زمانی جذب این کار شدم که ناچار شدم که در پروژه بم توی پروژه اسکان موقت یک سال و نیم رو شبانه روز من بگذرونم و از نزدیک تمام مشکلات که برای مردم پیش اومده و مشکلاتی که موقعی که میخوای بسازی یه چیزی رو، یک مسکنی رو، هم مخصوصا اگر به سرعت باشه، اینا رو من توی پروژه اسکان موقت بم دریافتم و انگیزه من برای دنبال کردن این کار این بود که این کار بهتر بشه. مسلمه که انگیزه اقتصادی هم هست، ولی توی این راه مصرف بشه، من انرژیمو بذارم توی این راه. توی بم حالا اون اتفاقی که افتاده بود، نظارت نبود یا مسائل سنتی بودن یا کارگرای خوبی نبودن، متخصص نبودن، اینها بماند، چیزی که بود که الان میخواستی بسازی هیچ قطعاتی نبود که به شما بتونه سرعت بده. یعنی مسئله ای که تو بازار ایران بوده و الان هم هست سنتیه، یعنی باید بگیرن ببرن بسازن همون کاری که 170 سال قبل میکردن و این شما نمیتونیم هم مطمئن بسازی هم سریع بسازی. خب چه کارهایی باید انجام میشد تا این فکر که حاصل تجربه کار در بازسازی بم بود بتونه عملی بشه؟ چه کارهایی انجام شد؟ ما تیممون رو کاملتر کردیم، بعد شروع کردیم یه تحقیق کلی دیگه توی کشور که واقعا آیا اونی که ما احساس کردیم، اون کمبودایی که ما احساس کردیم همینطور هست یا نه. بله دیدیم همینطوره. ما نیروی علمی، تخصصی، اساتید کم نداریم، علاوه علمی مملکت کمبودی نداره، فقط علاوه تجهیزات و لوازم کم داره و به همین خاطر هدف گذاری کردیم و رفتیم سراغ کشورهای قوی که سابقه این کار رو دارن و بتونن تو دراز مدت به ما کمک بکنن. و خب این کار خیلی کار سختی بود به خاطر اینکه یک دفعه چند پله رو باید جلو می رفتیم. ما رفتیم سفرهای مختلفی تو کشورهای اروپای غربی رفتیم، کارخانجات متعددی رو دیدیم، با مسئولینشون صحبت کردیم، خیلی چیزا یاد گرفتیم ظرف این دو سال ازشون و آخرش به این نتیجه رسیدیم که ما با دو تا هلدینگ بلژیکی باید کار بکنیم که سوابقشون و محصولاتشون به بازار مصرف ایران نزدیکتره. با اونها وارد مذاکره شدیم. مذاکره کردنشون باهاشون خیلی سخت بود چون اونها هیچ اطلاعی از بازار ایران نداشتن، تو اوج تحریم ها بود، سخت بود راضی کردنشون. از ما خیلی سوال جواب میکردن که آقا چرا تالاس تو این 30 سال 40 سال کسی سراغ ما نیومده، چرا شما اومدین. خلاصه ما تلاش کردیم، اعتمادشون رو جلب کردیم، دعوتشون کردیم، اومدن رفتن و به توافق رسیدیم که این هولدینگ ها مشارکت بکنن توی ایجاد کارخونجاتشون، سرمایهشون رو به ایران بیارن، با ایران یا دولت یا ایرانی هایی که توان دارن مشارکت بکنن و این صنایعی که به روز دارن خودشون تولید میکنن این دانش فنی به این طریق منتقل بشه. چون ما احساس کردم که فرصت نداریم که همه اینا رو ما خودمون به دست بیاریم چون خیلی زمان از دست دادیم. خب چه چیزایی رو این دو شرکت بلژیکی، دو هولدینگ بلژیکی میخواستن وارد کنن به ایران؟ چه قطعاتی دقیقا و اسم اون دوتا هولدینگ بلژیکی چی بود؟ چی هست؟ این هولدینگ هایی که دعوت ما رو قبول کردن، یکیش بود ایتکس گروپ که اینها محصولات متنوعی دارن ولی عمدتا محصولاتی که تو ساخت و ساز سبک و ساخت و ساز خشک به کار میره، یعنی که وزن ساختمونا رو با این محصولاتی که اینها دارن، چه از لحاظ نما، چه از لحاظ دیوارها، چه از لحاظ کف، اینها وزن ساختمونها رو پایین میاره. هولدینگ دیگرمون بود به نام فوستال پاین که شاخه بلژیکیشون، اینا اسکلت های فلزی پیش ساخته تولید میکردن، یعنی در کارخونه بدون دخالت دست و با برش های دقیق ماشینی و کامپیوترایز شده اینها قطعات این پروژه ها رو آماده میکردن، اسکلت های پیش ساخته و مدر، یعنی اینجا جای خطا نداره این اسکلت ها. بعد تمام این اسکلت ها به صورت یک پارچه به هم دیگه وصل بود،
و با دیوارهای سبک و عایقدار میتونستن ساختمون ها رو یک پارچه و سبک و عایق درست بکنن. این دو تا محصول اصلی توی ساختمونه، کم اسکلت مطمئن و یک پارچه با دیوارهاش و پوشش های دیوارهای سبک که جای عایق کاری آسون هم داره و نماهای سبک. اینا چیزای اصلی، حداقل چیزایی است که این دور زمان رو باید ساختمون داشته باشه، مخصوصا تو منطقه زلزله خیز. این فوستالفاین به هولدینگ اتریشی بلژیکیه که اشاره کردن آقای شاهینیان که با شعبه بلژیک این هولدینگ مذاکره میکردن. به هر حال با این توضیحات، یعنی اینجور ساختمان اگر بنا بود که این قطعات کامپیوترایز وارد ایران بشه و تولید صنعتی در واقع وارد ایران بشه، حالا غیر از این که میتونست این تولید در واقع نحوه تولید هم وارد ایران بشه که اون بحث جدایی است، اینجور ساختمان قطعا لطمه و خسارت خیلی کمتری میزنه موقع زلزله دیگه، درست میگم؟ بله مسلماً، چون این اسکلت ها تماما با دیوارها به هم دیگه وصلن و تمام دیوارها خشکن، ساخت و سازشون خشکه، لایه های خشکن، سبکن و یک پارچه هم وصل، نمیتونه دیوار برای خودش بره، اسکلت برای خودش بره، اینطوری امکان نداره پیش بیاد. خب حالا چی شد؟ چه جوری دنبال شد اجرای این طرح، این فکر؟ نتیجه چی شد؟ بله نتیجتا این که حالا ما میخوایم بیایم دولت ایران رو متقاعد کنیم که از این سرویس ها استفاده بکنه و مراجعه میکردیم به اداره مسکن و شهر، وزارت مسکن و شهرسازی، نمیتونستیم بریم مقام های بالا رو ببینیم، میتونستیم نهاد ریاست جمهوری نمیتونستیم بریم، اگر نفر چهارم پنجم این دستگاه رو میدیدیم باز هم جدی نمیگرفتن این کارو. ناچار شدیم یه هزینه بیشتری بکنیم و رفتیم یک سمیناری رو پیش بینی کردیم برگزار بکنیم در سال 86، مرداد 86 سمینار گذاشتیم در مرکز همایش‌های صدا و سیما و سفیر بلژیک در ایران رو هم خواهش کردیم، دعوت کردیم تشریف بیارن که جدیت کار مشخص بشه، مدیران ارشد این هولدینگا رو هم دعوت کردیم به ایران، از تمام مهندسین و مدیران دولتی تو بخش ساختمان هم دعوت کردیم، پذیرایی کردیم، صبح و عصر آقایون نظراتشون رو گفتن، خارجی ها آمادگیشون رو اعلام کردن، آقای سفیر هم صحبت کرد، این هولدینگا رو تایید کردن و این کار رو ما اینطوری شروع کردیم و حتما این پیام رسید به دولت که همچین کسایی هستن که میخوان کار رو کنن. بعد از اون ما رفتیم شرکت کردیم توی نمایشگاه ساختمانی، یعنی یه اسکلت سه طبقه رو بردیم اونجا نصب کردیم، مدیرای فنی این هولدینگ هم اومدن، تمام مدت نمایشگاه به تمام مهندسین دولتی و خصوصی مراجع کننده ها توضیحات لازم رو میدادن و این نمایشگاه رو ما برگزار کردیم. بعد از نمایشگاه ما اومدیم دیدیم هنوز ما هیچ بازتابی نگرفتیم، اومدیم از دست به دامن روزنامه‌نگارا شدیم، از روزنامه‌نگارا خواهش کردیم تشریف آوردن دفتر ما، یه نشست خبری گذاشتیم، وابسته بازرگانی سفارت بلژیک هم دعوت کردیم، اونجا گفتیم که آماده هستیم که یه شهرک صنعتی ساختمانی ایجاد بکنیم، صنایع مدرن رو بیاریم توی ساخت و سازهای عظیم مشارکت بکنن و اینا رو اعلام کردیم، اینا هم تو روزنامه هاشون چاپ کردن و تمام این فعالیت های ما همزمان شد با اعلام دولت برای اجرای طرح مسکن مهر و ما خوشحال شدیم، گفتیم که موقعیت خیلی خوبی خود به خود به وجود اومده که بتونن از این امکانات کشورهایی که ما دعوت کردیم بیان استفاده بکنن از این هولدینگا. ببینین تا اینجا سال 82 زلزله بم اتفاق میفته، نزدیک 60,000 نفر کشته و زخمی، نیمی کشته نیمی زخمی. از آقای واهیک شاهینیان و تیم مهندس ها و کارکنان ارمنی، شه تیم ارمنی بودن، میخوان که برن برای اسکان موقت و بازسازی بم کار بکنن. تو جریان کار
اینا رو بنده دارم عرض میکنم برای اینکه همینجوری پس پشت ذهنمون زلزله کرمانشاه هم باشه و این فجایعی که بعد از زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد و چادرایی که مردم زلزله زده روی آب بارون و سرمای زیر 7 درجه 8 درجه 10 درجه زیر صفر دارن توش مثلا زندگی میکنن هنوز از سال 82 تا حالا بازسازی بم هنوز تموم نشده توی یکی از برنامه ها گفتم جزئیات شو باری آقای شاهینیان در جریان کار به این نتیجه میرسه که باید یه فکر اساسی کرد تو صنعت ساختمان این مملکت که از اون حالت سنتی که توضیح دادن در بیاد تحقیق و مذاکره و سفرهای متعدد و طی 3-4 سال و هزینه کردن بیش از 1 میلیارد تومان اون موقع 1 میلیارد تومان اون موقع یعنی دلار 1000 تومان بود هزینه شخصی میکنه اینا تا به نتیجه برسونه فعالیتش خودش و تیمش خب این روایت یکی از فعالان اقتصادی است که بدون وابستگی به حکومت و سپاه و داداش این و اون مسئول حکومتی میخواد یک کاری بکنه واسه مملکتش یعنی میخوام بگم این روایت همه فعالان اقتصادی است خلاصه که بدون رانت و حکومتی بخوان کار کنن باری پروژه دولتی مسکن مهر سال 85 تو دولت احمدی نژاد مطرح میشه که سال 86 هم راه میفته این طرح توسعه صنعتی ساختمان سبک و بادوامی که تیم باهی که شاهینیان دنبال میکنه قاعدتا باید بازتاب داشته باشه تو دولت تو اون زمان دیگه بازتابی که داشت این بود که ما مرتب ما رو دعوت میکردن به استانها، شهرستانها، نمیدونم مقام استاندارها، مدیران کل مراکز استانهای مسکن شهرسازی اینا ما میرفتیم با نمونه ها صحبت میکردیم اساتید دانشگاه میومدن به سوالاشون جواب میدادیم همه اینا رو ما میرفتیم پیگیری میکردیم ولی باز بدون نتیجه هیچ کدوم از اینها قصد تغییر ایجاد کردن توی ساخت و سازاشون نبود من اون موقع 1 میلیارد تومان و 3-4 سال شبانه روز کار کردم و بله دنبال سودم بودم و در قبال یک کار خوب ولی هیچی ندادم یعنی من هر جا میرفتم با این مدیر رو صحبت میکردن نگاهشون به من میدونی چطوری بود یعنی نگاهشون به من این بود که چه احمقیه که اومده تو این فصلی که نباید کار بکنه میاد کار کنه یعنی من یه احساس بدی به این دست میداد به جایی که استقبال کنن بگن یه کاری رو انجام بدن یه کاری رو چیز بکنن یه احساس بدی بهم دست میداد خیلی از جایی که ما رو دعوت کردن و رفتیم استان اردبیل بود به استانداری آقای علی نیکزاد رفتیم خدمت ایشون با یه تیمی دوباره از بدو ورود جلسه ما فیلم برداری کردن روابط عمومیشون تا به آخر بعد تموم شد فیلم برداری هم تموم شد بدون نتیجه نه اینکه پروژه نه کار جدی بعد ما خلاصه دوباره دست خالی اومدیم باز فکر بعد معلوم شد که این آقای نیکزاد اینو برای مصرف تبلیغاتی و داخلشون میخوان استفاده بکنن خلاصه دست ما بد نشد برایشون توی دور بعد ریاست جمهوریش آقای احمدی نژاد شدن وزیر مسکن و شهرسازی شدن مجری مسکن مهر در نهایت هیچ رغبتی از طرف دولت برای بکارگیری این امکانات نشد یعنی ما یه امکاناتی رو گذاشتیم در اختیار آقایون به رایگان و به زحمت خیلی زیاد و پروژه ساختمان مسکن مهری هم داشتن ولی انجام نشد حالا که حدوداً 10 سال از آخرین تلاش‌های من گذشته حساب میکنم میبینم که میشد توی این 10 سال کارخونجات متعددی از این صنایع نوین رو راه مینداختن و استفاده میکردن کلی اشتغال زایی به وجود میومد و کلی اشتغال زایی سازنده و کلی روش های ساخت و ساز بیشتر می شد حالا مسکن مهر رو یه مقدار کمتر می ساختن ولی با کیفیت می ساختن و پس بسا الگویی می شد برای ساختمون سازی مقاوم در برابر زلزله مخصوصا اون موقع که طرح مسکن مهر رو اینا می خواستن راه بندازن چرا به نتیجه نرسید؟ چرا؟ رقابتی در کار بود یعنی خلاصه بگم یعنی طرح‌های دیگه‌ای بود مشابه
که این طرح در رقابت با اونا نتونست پیش بره، حالا این رقابت نمیدونم طرحهای دیگه دست مثلا سپاه بود، هرچی، حالا رقابتی بود یا فقط به این دلیل که یه عده صرفا دنبال سودجویی آسان از طریق پارتی بازی حکومتی بودن باعث شد که این کار نشه؟ والا از اینکه این کار نشد، نتیجه‌ای که من رسیدم اینه که دلسوز نبود و این کار هم کار پرمنافعی نبود. یعنی این کار یک کار پرزحمت با درآمد معقول و معقول بود و داد و ستدی نبود که بتونه جالب باشه برای مدیران دولتی. و اینکه بله بعدن برای من دردسر ایجاد کردن به خاطر اینکه مشکل ایجاد کنن برای من، چیزای مشکل ایجاد کردن برای من، ولی نه کسی کرد نه قصد و غرضی بود که خود دولت بکنه یا سپاه بکنه یا کسی دیگه بکنه، هیچکی نکرد. افرادی هم بودن که تکنولوژی‌هایی می‌خواستن بیارن، البته فکر می‌کنم که تو سطوح پایین‌تر، حجم کمتر، و اونا هم نتیجه نگرفتن و ما رقیبی نبود که بگیم که ما یه رقیبی داریم که توی سطح بالایی میخواد کار بکنه و اون نگذاشت. ما جالب نبود براش. یعنی چی مشکل درست کردن؟ چی بود مشکلاتی که براتون درست کردن؟ کیا درست کردن این مشکلات رو؟ چیزی که به صورت عمومی کار انجام نشد این بود که مدیران مسکن و شهرسازی داشتن یا استاندارایی که داشتن نه متخصص بودن نه قرار بوده که کاری بکنن، و اگر هم میخواستن کاری انجام بدن، کاری از عهده‌شون ساخته نبود به انجام بدن. این مشکل کلی بود. و مشکلی که آخرش برای من به وجود اومد، بله، یه جریان رانتی مثل آقای مهدی جهانگیری با کسی که کار بهش ارجاع داده بود یا دستیارش بود یا مباشرش بود، آقای حمید گنجری خانی، اینها اعصابشون خورد شد از پیگیری های من، برای من دردسر ایجاد کردن که آخرش رسید به گرفتن حکم بازداشت من، ممنوع خروجی من، ممنوع معامله کردن من و حکم غیر قانونی، حکم قانونن منو میخواستن بازداشت کنن. غیر قانونی قانونن میخواستن بازداشت کنن. این ترکیب فقط میشه تو جمهوری اسلامی استفاده کرد شاید، که یک نهاد قانونی یعنی قوه قضایی حکمی رو صادر میکنه غیر قانونی، خلاف قانون. خب این آقای گنجلی خانی، حمید گنجلی خانی، که تا قبل از زلزله بم شریک شما بود تو یکی دو تا از کاراتون، این آقا چه ارتباطی داشت با آقای مهدی جهانگیری، برادر آقای اسحاق جهانگیری؟ بله، آقای مهدی جهانگیری اون موقع از مدیران مؤثر اثرگذار استانداری کرمان بود، با آقای گنجلی خانی که شریک سابق من بود آشنا بود و این پروژه رو که پروژه اسکان موقتی که بایستی که یک شرکت ساختمانی و یک آدم متخصص با یک تیم با تجهیزات این کار رو واگذار کنن، مخصوصا تو حالت فورس ماژوری که توی بم هست که یک کار فوق‌العاده، حالت عادی نیست، بعد به یک آدم متخصص واگذار بکنه، اینو واگذار کردن به آقای گنجلی خانی که موکت فروشه و مغازه موکت فروشی دارن، الان هم مغازه موکت فروشی دارن، واگذار کردن به ایشون با شرایط ویژه، بدون گرفتن ضمانتنامه بانکی معتبر، معاف از مالیات، معاف از کسورات قانونی، و ایشون هم این کار رو میخواست بده به شخصی که دست دوم و سودی بگیره چون خودش اجرایی نبود و متاسفانه نتونست اون موقع کسی رو پیدا بکنه بده و کار عقب میافتاد. یاد ما کرد، ما هم علاقه داشتن به کار اجرایی، برای اون شروع کردن کار کردن. یعنی فقط به دلیل ارتباط شخصی با مهدی جهانگیری پروژه بازسازی بم رو مهدی جهانگیری داد به گنجلی خانی که هیچ دخلی هم به این کار نداشت؟ چون جواز کسب حمید گنجلی خانی اونطور که ثبت شده فقط موکت فروشی و نقاشی و تزیینات ساختمونه. بله، چون الان شما ببینید موقعی که آشنا نداریم تلاش میکنیم، هیچکی به ما کار نمیده. ایشون هم حتما با آشنا که بودن که دادن به ایشون. خب اینها ثروتشون بیشتر شد،
جسارتشون بیشتر شد، تواناییشون بیشتر شد. خلاصه فکر میکنم که آقای گنجعلی خانی اعصابش از این همه سر و صدایی که ما کردیم خورد شد و خواست ما رو زمین بزنه یا دردسر ایجاد بکنه، رفت حکم جلبمون رو گرفت. بعد حکم جلبم که حتما مستظر هستیم که چطوری میگیرن، احضاریه میفرستن، مثلا ما نیستیم، من هر روز سر کارم، منزلم، نه احضاریه دریافت کردم، نه جایی خواستن که من برم از خودم دفاع بکنم. حکم جلب ما رو گرفتن. یه بارم که میخواستم از کشور خارج بشم، دیدم ممنوع خروجم، پاسپورتم رو گرفتن، از پرواز موندم، اومدم وکیلی فرستادم دادگاه، گفتن که اگه بازداشت بشه بیاد اینجا، یک برای بیرون اومدن از بازداشت 5 میلیارد تومان بعد وثیقه بذاره. 5 میلیارد اون موقع میشد 5 میلیون دلار. بعد وثیقه بذاره تازه بره دنبال چیز، بره دنبال اینکه از خودش دفاع بکنه. بعد خب این که امکان پذیر نبود، ما زنگ زدیم به این شریکمون آقای گنج، شریک سابقمون آقای گنجعلی، گفتیم بابا شما چی میخوای از ما؟ گفت که اون خونه مسکونیت که تهران داری بکن به نام من، بیا با هم صحبت کن. خلاصه ما رفتیم کرمان، از اختلافات مالیمون گذشتیم، از کلی 30 سال 35 سال کار کردمون خیلی چیزا گذشتیم. ایشون شکایتشو پس گرفت، ما هم جونمون رو برداشتیم اومدیم خارج از کشور. ببینیم به چه اتهامی اینا شکایت کردن علیه شما، چه اتهامی زدن که دادگاه به این سرعت حکم جلب صادر کرد؟ والا خیانت در امانت. یعنی ایشون، خود آقای گنجعلی خانی بالفرض، یعنی با من اختلاف داره، بنده از اموالشون سوء استفاده کردم، فلان کردم، برداشتم، انجام داد، برداشتم، حتما یه همچین چیزی دیگه. شما خوشبختانه دیگه به دادگاه نرسید و رفتیم با ایشون به توافق رسیدیم. ولی که معمولا اینطوری که شما مالی اموالی رو غیرقانونی سوء استفاده کردیم، برداشتی و در محل نیستی، غایبی، احضارت میکنن نیستی، در صورتی که من تو تمام روزنامه ها و کنفرانس ها و فلان و سمینار ها بودم، منزل من بودم، محل کار من بودم. خلاصه اینها غیبت میزنن، بعد میرن حکم جلب میگیرن، بعد میرن تهدید میکنن. من که دادگاه نرفتم، هیچ کدوم از این ادعاها رو که نشنیدم. من تونستم که فقط برم با خودش، چون من نه مالی ازشون پیش من بود و نه سوء استفاده ای کردم، برعکس اموال من پیش اون بود و اون خیانت در امانت کرده بود تا این مدت اشتراکتمون. و دیگه ایشون چه داستانی تهیه کرده، چی کار کرده رو من نمیدونم. این کارهایی که حمید گنجعلی خانی میکرد آیا ارتباطی مستقیما با مهدی جهانگیری داشت؟ یعنی آقای مهدی جهانگیری در جریان بود؟ عرضم به حضورتون، آقای جهانگیری در جریان این کار قرار گرفته بود. حتی من مراجعه کردم به ایشون که این دوستتون برای ما مشکل ایجاد کرد. ایشون هم شوناشو بالا انداخت، گفت بریم خودتون بکنی. خودش در جریان بود. خب یعنی شما دیدار داشتین با مهدی جهانگیری و او از طرح و تلاش های شما اطلاع داشت؟ بله، اون که اصلا میدونستن من به چه کاری مشغولم. اصلا کل کشور سر و صدا بود، کل کشور سر و صدا بود. و موقعی که من دوباره آقای جهانگیری دیدم، موقعی بود که شریکم که برام، شریک سابقم برای من مشکل ایجاد کرده بود، من رفتم پیش ایشون که ایشون کمک کنه که مشکل برطرف بشه. بعد دیدم ایشون نه کمک میکنه که مشکل برطرف بشه، بعدن احساس کردم خودشم کمک کرده که مشکل به وجود بیاد. ببینید چه کاره بود اون موقع آقای مهدی جهانگیری، منظورم تو کرمان در ارتباط با بازسازی بم، ایشون چه کاره بود قبل از اینکه برسه سازمان ایرانگردی و جهانگردی؟ یکی از مدیران ارشد مدیر کلای استانداری کرمان بود که با دست ایشون قراردادای فتوی کرمان با پیمانکارها بسته میشد، یکی از دوتا آدمای موثر این کار بوده. قراردادها رو آماده میکردن و میدادن به استاندار، استاندار اینا رو امضا بکنه. حالا آقای استاندار، حالا اینا خوشبینانه اینه که اینا اوراقی رو آماده میکردن، صلاحیت اینا رو ضمنی شفاهی تایید میکردن، میدادن آقای استاندار هم امضا میکرد. این خوشبینانه ترین، من فکر میکنم اینطوریه. بدبینانش اینه که آقای استاندار هم خودش در جریان باشه، یکی دارن کار میدن چطور میشه. ارمنی بودن شما یا نقشی نداشت تو این مسیری که اومدین؟ چه در جریان کار
چه در پیوند با صدور حکم دادگاه بر اثر شکایت یک مسلمان علیه یک غیر مسلمان مثلا؟ هم تأثیر خوب داشت ارمنی بودن من، هم تأثیر منفی برای خودم. تأثیر مثبتش اینه تو جامعه ایران که اگه یه ارمنی تو مسائل فنی داره صدایی بلند میکنه و کاری تصمیم گرفته انجام بده، همه میدونن که 90% بالا این آقا کننده این کاره، فقط بودن ارمنی بودنش. این تو فرهنگ عمومی هست به این شکل تو ایران. این لطفی هست که برای ایرانی ها دارن و پدران ما هم باعث بانی این شدن. این قسمت خوبش، یعنی نه مطمئنن که بنده میخوام کار بکنم. و قسمت بعدش اینه که موقع میری دادگاه و گرفتار میشه دیگه مسلمون نامسلمون میشه. این قسمت بعدش ما میمونه با اون قشری از مردم که دیگه مسلمون نامسلمون و هیچ حامی نداری و گرفتار میشه. نباید گرفتار بشه. بسیار متشکرم از آقای واهیک شاهینیان. ببینین، یاد شعری از پروین اعتصامی افتادم که میگه واعظی پرسید از فرزند خیش هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی‌آزاری و خدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگی است. گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست، آن هم ارمنی است. بذاری من دو سه نکته رو بگم که آقای شاهینیان نگفتن یا نخواستن بگن. یکی این که آقای شاهینیان تو صحبتشون گفتن که دو نفر بودن کارچاق کن تو استانداری کرمان که مدیر ارشد استانداری بودن زمان خاتمی و احمدی نژاد، اواخر خاتمی و اول احمدی نژاد که این ماجرا درگیر بود، یکیشون مهدی جهانگیری بود، یکی دیگر رو نگفتن. اون فرد دوم آقای مهدی سیاوشی بود، الان مدیر یک منطقه از یک پروژه مسکونی تفریحی به اسم هفت باغ، با حکم شهردار و رئیس این منطقه مسئول فروش زمینای هفت باغه که اینجا بیشترش حمید گنجلی خانی فروخته، به اون فروخته، حالا با حق و سهم و حساب کتابایی که داره میفروشه به گنجلی خانی، اونم زمینا رو تفکیک میکنه میفروشه. چی بگم دیگه، میدونین خودتون از تو چی در میاد. کل پروژه هفت باغ کرمان برای ویلاسازیه که اونم افتاده دست همین سیاوشی گنجلی خانی. مهدی جهانگیری هم که فعلا نمیدونم زندانه یا نه، به هر حال اون احتمالاً از این حق و سهم این بار دیگه چیزی نمیبره. حیوانی مهدی سیاوشی از کجا اومد که اینقدر گردن کلوف شد؟ حالا مهدی جهانگیری به واسطه داداشش اسحاق و معاون اول دولت، بعد این سیاوشی پارتیش کی بود؟ سید حسین مرعشی، پسرعموی زن هاشمی رفسنجانی. حاج حسین مرعشی دوره رفسنجانی استاندار کرمان بود، سیاوشی هم رئیس دفترش بود. این طرح هفت باغ و اواخر دوره رفسنجانی آقای مرعشی شروع کرد. این ببینین، این عکس مرعشی با قاسم سلیمانی که دوست نزدیک مرعشی بود از اول، در حالی که مرعشی سپاهی نبود ولی خب همشهری بودن و خیلی با هم قاطی بودن. باری اینا رو که میگم چون حالا بذارین اشاره خواهم کرد برای مثال که چه نتیجه میگیرم از این دوستی قاسم سلیمانی و حسین مرعشی. مرعشی شروع کرد بیابون خدا رو فروخ به مردم، کسی هم نگفت اینجا ملک توه یا میراث باباته، چون یه دوره مرعشی رئیس میراث فرهنگی بود دوره خاتمی. همین حسین مرعشی به هر حال بعد از تأخیر حدوداً 10 ساله یه جاده کشیدن از کرمان به ماهان، زمینای حاشیه جاده رو به مردمی که پیش خرید کرده بودن واگذار کردن، بقیه زمینا رو هم تا همین الان دارن میفروشن. هواپیمای ماهان هم مال همین حسین مرعشیه که سالها کمک بزرگی کرد به دوست نزدیکش قاسم سلیمانی برای قاچاق اسلحه و مواد دیگه به کشورهای دیگه، که میدونید برنامه داشتیم آمریکا سال 2011 6 سال پیش به همین دلیل، به دلیل کمک‌های اینچنینی به سپاه تحریمش کرد هواپیمای ماهان که
خودش داستان جداییست. بوئینگ داشت داره میره، همون موقع میرفت از بازار قاچاق قطعات بوئینگ رو میخرید میومد تعمیر میکرد به اصطلاح. خب به هر حال حالا اینا رو من قاطی نکنم، از قبل کارچاق کنی واسه حمید گنجعلی خانی برای ساختن 320 واحد، 320 واحد، من بذارین دقیق اینا رو بگم که یک وقت کوچکترین اشتباهی نکنم، برای احیانا کسایی که بعداً بخوان دونه دونه اینا رو از درون نظام مقدس بررسی بکنن و بیان یقه ما رو بگیرن که آقا این واحدات تعدادش انقدر نبود، من دقیق خدمتتون میگم این واحدا رو بزنیم. من برای اینکه معطلتون نکنم و پیدا میکنم، برای ساختن واحد اسکان موقت در بم چی گیر مهدی جهانگیری اومد وقتی که اینا رفت دست این پروژه داده شد به آقای حمید گنجعلی خانی. آنچه من میدونم در ارتباط با یک قلم پولی که مهدی جهانگیری از دادن پروژه مسکن موقت به حمید گنجعلی خانی گرفت، که ببینیم بدبستونا در چه حد تو این نظام مقدس. قبل از اینکه مبلغ رو بگم این اشاره رو هم بکنم، مهدی جهانگیری نمیدونم الان زندانی یا نه، گفتم به هر حال به اتهام مالی قوه قضاییه رفت سراغش و بازداشتش کرد. اینکه چقدر قوه قضاییه دنبال عدالت و چقدر صرفا دعوای قدرت این بگیر و آزاد کنم هممون میدونیم. بذاریم بگذاریم. مهدی جهانگیری اول قرارداد ساخت 2500 واحد اسکان موقت رو میده به حمید گنجعلی خانی. تو جریان کار 2500 واحد میشود 3500 واحد که استاندارم به واسطه مهدی جهانگیری موافقت میکنه. مبلغی که میدن به حمید گنجعلی خانی واسه ساخت این 3500 واحد اسکان موقت چقدره؟ 5,200,000,000 تومان اون موقع که گفتم دلار 1,000 تومان بود، یعنی 5,200,000 دلار آقای گنجعلی خانی میگیره، 1/5 میده به مهدی جهانگیری بابت اینکه قرارداد واسش درست کرده. حق السهم آقای مهدی جهانگیری 1,200,000,000 تومان اون موقع، یعنی 1,200,000 دلار. راحت مهدی جهانگیری این وسط فقط حق السهم گرفت از حمید گنجعلی خانی، 4,200,000,000 تومان هم گنجعلی خانی برداشت که واقعا نمیدونم، شما هم نمیدونین چقدرشو بالا کشید چقدرشو داد به پیمانکار و کسایی که در ساختن 3500 واحد اسکان موقت کار کردن. مالیاتی که یک قرون هم نداد آقای گنجعلی خانی از این پول، چون اصلا معاف شده بود، هیچ تضمینی هم تو قرارداد برای اتمام کار نیست غیر از سفته و امضای پیمانکار. حمید گنجعلی خانی افزون بر موکت فروشی تو کرمان رئیس هیئت ژیمناستیک استان کرمان هم هست. سال 91 تو همون دوره احمدی نژاد شد مشاور فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران. تو حکمش نوشته حمید گنجعلی خانی از کارشناسان و دستاندرکاران ورزشی ژیمناستیک با توانمندی در عرصه‌های فنی، آموزشی و مدیریتی. بعد هم وقتی روحانی میاد سر کار مهدی جهانگیری با معاون اول شدن داداشش دستش بازتر میشه، حمید گنجعلی خانی هم به عنوان رئیس هیئت ژیمناستیک استان کرمان کار میکنه و هم مشاور فدراسیون ژیمناستیک. رئیس صنف تزیینات ساختمان استان کرمان هم شده. اینا همه کارن. ببینید یک کتابی منتشر شد، میخوام بپردازیم تو این فرصت به حرکات سکنات آقای اژه‌ای. یک کتابی منتشر شد، داریم میبینیم جلدش، از دکتر مسعود نقره‌کار درباره نقش سیاسی اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران به اسم زنگی‌های گود قدرت. برنامه‌ای هم یادتون باشه تو همین صفحه آخر درباره همین موضوع داشتیم، درباره لات و لوت‌های حکومت، لات و لوت‌های ارشد حکومت. آقای نقره‌کار هم حضور داشتن تو این برنامه. حالا تازه ترین نمونه لاتبازی مسئولان اصلی حکومت رو ببینین، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه صنعتی شریف تهران همین دوشنبه پیش 20 آذر 96
اگر بنا باشه که سوت بزنی منم بلدم، بلبلیشم بلدم. و ببین این آقا، عذر میخوام، این آقا سه تا انگشتشو یا دو تاشو گذاشته تو دهنش داره سوت میزنه. من بهش میگم که توی جوون حیف، دهنت گشاد میشه، نمیخواد انگشتاتو دهنت بکنی. شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. بنابراین ببین اگه من خیلی نمیخواد دهنتو پاره کنی دست بزنی. اگه بخوایم لاتای اصلی حکومت رو ردیف کنیم، قطعا احمدی نژاد جزو اصلی هاست، با اون طرز حرف زدن و اصطلاحایی که با افتخار تکرار میکنه و بارها شنیدیم و اینا. بگذاریم، همه میدونیم. حالا این اژه‌ای تو یک گفتگوی خبری با خبرنگارا، گفتگوی هفتگیش آمده قبل از این جلسه ای که سوت بلبلی میزنه، این با دانشجوها بود، اومده با خبرنگارا جواب صحبت‌های احمدی نژاد رو بده که علیه لاریجانی‌ها صحبت کرد و متهم کرده قوه قضاییه رو به عادلانه نبودن اینا. خب میاد جواب بده دیگه، توی جوابش بشنوین که درباره احمدی نژاد همین اژه سوت بلبلی چی میگه. اینم رفت سراغ یک داستانی، یه لاتی یه مدت از چشما افتاده بود، از دیدا افتاده بود، خیلی خلاصه رنج میبرد از این کسی دیگه محل بهش نمیده. این فرد یه روزی اومد توی یکی از این میادین نسبتا شلوغ شهر و شروع کرد به داد فریاد هوار به زمین آسمون، به مردم، بعد میگفت، روش میداد مثل آدمایی که خلاصه یه عقده‌ای دارن، حالا چرا چه کسی بگی تحویلش نمیگیره، چرا کسی مثلا دیده بهش نگاه نمیکنه اینها. خب بعضی از مردم وایسته چی میگه، این بلندی وایسته همه داد و هوار میکنه، فحش میده، ناسزا میگه. حکیمی و دانایی و یه ده نفر اونم داشتن رد میشدند، همراهان حکیم گفتند که آقا وایسته ببینیم چی میگه. حکیم گفت که این اصلا همه این کارا رو میکنه که دیده بشه. بله، خیلی کنترل کرد خودش که فوش نده و اژه‌ای هر جا کم میاره با فوش خارمادر هر چی دم دستشه پرت میکنه طرف مقابل. فقط دو بار تو دو تا جلسه جدا از هم قندون کشی میکنه، قندون رو پرتاب میکنه به کله عیسی سرخیز بیچاره، که عیسی سرخیز تو شریف بودن کارش، حرفش و شخصیتش بعید روزنامه نگاری شک داشته باشه. داستان این بود که مرداد 83 جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات، عیسی سرخیز نماینده مدیران مسئول مطبوعات بود تو هیئت نظارت. اجایی هم بود به عنوان رئیس دادگاه ویژه روحانیت و نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات. کذا یه عده وزیر و وکیل هم بودن، یعنی شاهد وحشی بازی اجایی بودن یه عده وزیر و وکیل. اون روز طبیعتاً مانند تمام جلسات اکثر اعضای هیئت نظارت که در عمل شامل وزیر ارشاد که در اون زمان در اون مقطع خودش حضور نداشت ولی بعدن که حادثه پیش اومد حضور پیدا کرد، نماینده وزارت علوم، نماینده قوه قضاییه، نماینده مجلس، نماینده حوزه علمیه، من هم به عنوان مدیر در واقع نماینده مدیران مسئول و تقریبا میشه گفت در اون جلسه همه اعضا اگر اشتباه نکنم حضور داشتن، غیر از اینکه خب طبیعتاً مدیر کل مطبوعات داخلی، دبیر هیئت نظارت و تعدادی از اعضای وزارت ارشاد هم اونجا و در اون جلسه بودند. ببخشید، معاون وزارت ارشاد هم اون موقع حضور داشت. چه اتفاقی میفته؟ تو دو جلسه جدا از هم، جلسات هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات، اژه‌ای قندون کشی میکنه تو دوتا، تو هر دو، تو دومی که میپره اونور میز شونه سحرخیز و گاز میگیره. این درگیری فیزیکی در واقع یک مقدمه پیشش داشت و به این معنا که در مقطع اول که به پرتاب قندان
انجامید اما به درگیری فیزیکی دیگری نینجامید، در اون مقطع دو نفر از مدیران مسئول نشریه تقاضا کرده بودند. هر دو هم به گونه ای بودند که علایق و وابستگیهایی به آیت الله منتظری داشتند و خب در اون مقطع حساسیت بسیار زیادی بود که این گونه افراد مجوز رو دریافت نکنند. این بی یک جر و بحث رو دنبال داشت و پرتاب قندانی رو صورت گرفت. ولی در اون جلسه معروف که به درگیری فیزیکی و اون صحبت گاز گرفتن انجامید، در اونجا دو بحث رو ما داشتیم و اتفاقا هر دو بحث از سوی دیگر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات بود و فردی از اعضای هیئت نظارت که به عنوان مطرح کننده این شکایت خان نبود به یک بار وارد این ماجرا شد، مسئله با مشاجره و بعد با پرتاب قندان و در نهایت با برخورد فیزیکی و گرفتن گاز خاتمه شد، خاتمه یافت. نمی شود نگفت که یه همچین جونوروی قوه قضاییه ایران رو دارن اداره میکنن. چه میشه کرد با آقای ایجهی؟ طرح شکایتی، چیزی، نمیدونم. هرچند که آن چیزی که اتفاق افتاده، کلماتی که رد و بدل شده بر اساس قوانین اسلامی، قانون مجازات اسلامی و بر اساس شرع مقدس اسلام حد داره. به عبارتی باید فردی که اون سخنان رو گفته شلاق بزنن در ملأ عمومی. مواردی که ضرب و جرح شده دیه باید پرداخت بکنن. کبودی هایی که حاصل شده، خونی که ریخته شده، اینها در واقع وجود داره. ولی طبیعتا فکر میکنم که ماجرا ارزش پیگیری چندانی نداره. عیسی سرخیز چه شکایتی میکرد؟ به اتهام توهین به مقامات به 5 سال و 3 سال محکوم شد، رفت زندان، 8 سال زندان کشید. این عکس واضح‌تر از هر توضیحی است. اگه میشه یه بار دیگه خواهش میکنم نشون بده. سحرخیز، عیسی سحرخیز، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات بود. ببینین اون عکس سال 1384 دست چپی، اون عیسی سحرخیز آدم هیکلمندی هم هست و این سال 89، 5 سال بعد تو زندان رجایی شهر که آدم یاد داستین هافمن میفته تو فیلم پاپیون. سحرخیز بعد از شکستگی سر و گاز گرفتگی به دست و دندان سخنگوی قوه قضاییه به این روز باید بیفته تا یک ذره از شرف روزنامه نگاریش نگذره. اون وقت سخنگوی قوه قضاییه نظام مقدس که باید الگوی عدل و داد باشه، مثلا آدم یاد تمام شعارای حکومت عدل علی و نمیدونم مالک اشتر و نمیدونم این شعارای آخونده میفته و مسئولان مملکت، این فریبکاری ها، این هیلگری ها، این کارهای تهوع‌آوری که واقعا میکنن. این نمونه ای که دیدیم دیگه. و سخنگوی قوه قضاییه تو جلسه رسمی با دانشجوها که آینده سازان مملکتن و تحصیل کرده های مملکتن سوت بلبلی میزنه که بگه من لاتم و بعد این اژه‌ای با این وحشیگریایی که نمونهشو دیدین خودش حداقل 2 دهه است، من نمیدونم قبلش، حداقل 2 دهه است که خودش مستقیم میره با زندانیان سیاسی و زندانیان به قول خودشون امنیتی و با زندانیانی، با بعضی از زندانیان مهم مالی مثل امیر خسروی که اعدامش کردن
و خود اژه‌ای در اعدام کردن او دست داشت. برنامه دو برنامه مفصل با جزئیات گذاشتیم ما روی این موضوع، من دیگه تکرار نمی‌کنم در این فرصت. خود این آقای لات وحشی چی بگم که برخورداشو با سرخیز دیدین دیگه، من بی خود اینا رو نمیگم، خود این آدم میره تو زندان و با این زندانیا صحبت میکنه، تهدیدشون میکنه و خب این آدم شما تو زندان باشین بیا سراغتون، همه قدرت هم دست این آدمه، قوه قضاییه دست اینه، دست رئیسیه، دست خلفیه، معاون اول صادق لاریجانی، معاون اولش که اینه، اون رئیس دفتر صادق لاریجانی، سال هاست که رئیس دفتر صادق لاریجانی، دست این سه نفر. این مملکت، من سکوت میکنم وگرنه دادم در میاد. بذاریم بریم پرده آخر. خیلی خوب. پزشکان میگفت سالوه فرزند فلان آمبولی، به واسطه آمبولی فوت کرد، انفاکتوس کرد. ما میگفتیم گلوتارا دق دق، چرا دق کده؟ برای اینکه دست زن شوهردار را دو دقیقه گرفته. حالا خدا همون رو بخشیده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دو دقیقه این خطا کرده، دق کرده، مرده. وقت ببینید بعضی جا نمیخوام مثال بزنم، نمیخوام بگم حالا چه کار میکنم بعضی ها، چه تلفون هایی، چه اسمس هایی. لا اله الا الله. شب و روزگار خوش.